سلام عرض میکنم. تهران شهر بدون لبخند، نه فقط تهران که خیلی از شهرهای بزرگ و کوچیک، یه بخشش فشارهای اقتصادیه. میدونم که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، اما بخش مهمترش نقص در انجام وظایف از طرف مسئولان شهری و مسئولان فرهنگی است. این مسئولین نازنین باید بدانند که کارشون نقص داره. شادی های دست جمعی رو از مردم بهانه هاش رو دارن میگیرن. مردم خیلی خوب بلدن که عزاداری بکنن، خیلی خوب بلدن که دست جمعی بگریند در مناسبت های مختلف، اما ما شادمانی دست جمعی رو نیاموختیم و بهانه هاش رو ازمون گرفتند. ببینید، شهری که تو شادمانی نباشه، همین اتفاق میفته که الان هست. شما صبح تا شب در خیابانهای شهر دعواهای مکرر میبینید، فحشای عجیب و رکیک میشنوید، اخم و تخم و عصبیت در انواع جلوه‌های زندگی من جمله رانندگی رو تماشا میفرمید. چرا؟ واقعا مسئولین ما به این قضیه حاد اجتماعی فکر نمی کنند که شادی آرام آرام داره از شهرهای ما رخت برمی بنده؟ ما بهانه های ساده شادی رو هم از مردم داریم می گیریم. خانواده ای که فقط وسعش به این میرسه که چند قدمی در پارک قدم بزنن و یه بستنی بخورن و نمیدونم یه بلالی نوش جان بکنن، به دختر کوچولوشون بگن که تفریح کردیم، شاد باش، چراغ‌ها رو خاموش میکنیم، میگیم که وقت تموم شد دیگه، وقت بلال خوردن تموم شد، از این به بعد چراغ‌ها باید خاموش باشه. کدام امنیت در تاریکی رخ داده که این دومیش باشه؟ امنیت این روشنایی است. باید در روشنایی به مردم اجازه لبخند و شادمانی داد، به تمام قشرها، به تمام رده‌های فرهنگی و اقتصادی جامعه. مردم پول ندارن که 60-70 هزار تومان بلیت کنسرت بخرن برن برج میلاد شادمانی بکنن. تازه اون کنسرت هم که قبل اینکه خواننده بخونه یه دهن هم باید گشت ارشاد بخونه. مردم اگر پول ندارن برن کنسرت، حداقل یه کاری بکنیم که با همین بستنی و بلال ساده‌ای که نوش جام میکنن دلخوش باشن. چرا نمیایم در میدان‌های بزرگ شهرمون، در فضاهای بزرگ و عمومی شهرمون فستیوال‌های شادی، جشن‌های شادی، کنسرت‌های بزرگ را بندازیم؟ تو رو خدا نگه تو دو سه تا بوستان این کارو کردین که هم من میدونم هم شما میدونین که به چه فاجعه‌ای برگزار شده و نهایت استفاده‌ای که ازش کردیم این بوده که رزومه کاری پر کنیم بفرستیم برای مقامات مسئول. اگر دیر جنبیدیم دیگه، اگه دیرتر از این بجنبیم، شادی و لبخند بیشتر از این زیرزمینی خواهد شد. آیا شما احساس خطر نمی کنید وقتی مردم برای دکتر شریعتی جوک می سازن و می خندن؟ این شادی زیرزمینیه. مردم به جای اینکه در جامعه به هم لبخند بزنن، در فیسبوک برای هم شکلک لبخند می فرستن. این فوق‌العاده خطرناکه. کجان مسئولان فرهنگی ما که بدانند شهر بدون لبخند شهر مرده است؟ چجوری میخواییم از مردمی که با دل مردگی نفس میکشن انتظار داشته باشیم این تنگناهای اقتصادی رو راحت رد بکنن؟ نمیدونم. یه یادی بکنم از یک سروان تازه داماد نیروی انتظامی. اینجا قسمت خوبهای قصه است که همین دیروز پیروزا حین انجام وظیفه یه سارقی رو در قطار دنبال میکنه، میفته زیر ریل قطار و قطار از روی پاهاش عبور میکنه. جناب سروان جلال علیزاده، تازه داماد خوزستانی. انگار رسمه تو این کشور که مردای بزرگ روی صندلی چرخدار بدون پا بشینن. به خانوادش تبریک میگم، سروان جلال علیزاده، به خاطر داشتن چنین فرزند برومندی. ایران به چنین مأموران و به چنین پلیس ها و به چنین وظیفه شناسایی افتخار میکنه. امیدوارم که شاد باشید، نه به قیمتی که براتون نیرسه. شاد باشید در کنار هم و دیگران رو هم شاد بکنید. مخلصم.